سلام بچه ها، چفم چطورا؟ خیلی خوش اومدید به یه ویدیوی جدید، خیلی پر انرژی. امروز قراره بریم یک ویدیوی خیلی خفن رو با هم داشته باشه. قبلش بذارید من فضا رو براتون اینجا روحانی کنم، نور سبز معنوی براتون آوردم قبل اینکه بریم سراغ ویدیو. خب الان خیلی فضا معنوی شده، یه فضای آروم ریلکسیشن رو براتون ارمغان آوردم. ویدیوی امروز یه ویدیویی که فکر میکنم باید حسرت بخوریم بیشتر. البته میگن یه سری ها حسرت میخورن، یه سری ها میگن بهش میرسم، یه سری ها میگن خلاصه نمیدونم، بستگی به طرز فکرتون داره. امروز اومدیم که چند تا از خفن ترین و گرون قیمت ترین خونه های دنیا رو نگاه کنیم. خداییش من خیلی خونه چیز دوست دارم، خونه های بزرگ دوپلکست. البته همه دوست دارن، دارم چرت و پرت. جالب، ما دوست نداریم. آره ما هم دوست نداریم. نه آخه ببین، خیلی ها هستن که دوست دارن. نه کی گفته داداش؟ خیلی ها هستن که یه در اتاق دوست دارن. دارم گو میخورم، میدونم. نه داداش دارم گو میخورم. ولی جدی من خودم خونه ترکیه هم خیلی دوست داشتم بچه‌ها. خونه ای که تو ترکیه بودم واقعا ویوش خفن بود. مانی قبول داری یا نه؟ شوآف خونه ترکیه. شوآف چیه بابا؟ خونه خودم نبود که، اجاره بود در هر صورت. ولی واقعا خونهش خیلی باحال بود، جمع و جور بود، کوچیک بود، حال نداشت، پذیرایی نداشت، اتاق خواب نداشت و همه اینا با هم بود. یعنی کفشتو که در می آوردی مستقیم می رفتی تو خونه، یه تخت بود، یه میز کامپیوتر و تمام. این بود کل. من یه سوال دارم حاجی، من یه سوال دارم پیش اومد. چرا تخت دو نفره بود؟ چیکار می کردی؟ اون یکی نفر کی می اومد می خوابید؟ نه جوابگو باش دیگه. شب جمعه چی کار میکردی شما؟ چرا شب؟ ببین دوست عزیزم گوش بده، پیام میدادم آفلاین. اولا که من حاجیم، خب اینو یادت نره. هیچ موقع به یه حاجی توهین نکن، شب جمعه اینا جلوی یک حاجی نکن. این یک. نکته دو، داداش من قدم با زرافه نوزاد برابر. عده دیگر تنها نیاز به استخدام 600 کارمند برای کنترل امورات روزمره منزلشان دارند. اما وقتی شما میلیون ها دلار در جیب دارید که می توانید برای خانه مورد علاقه ایتان خرج کنید. ما که نداریم آقا، ما میلیون ها دلار نداریم. خدایا کجا میارم مانی؟ خداییش مانی نمیدونم والله. داش اینا باور کن روی خوشش نشون نداد. واقعا داش میدونی چی بهت میگم؟ زمین بازی پولداراست. ما اومدیم که استادیوم خالی نباشه. داشتی آره داشت سنگی. ها ها، امارت سیلیکونیه ولی کالیفرنیا با ارزشی معادل 100 میلیون دلار. این امارت حضرت پای 100 میلیون دلار دلار چند مانی؟ ببین اینا جیاجی همین جلوش هست، اون یه دونه از اون اتاقا رو به من بدم و بقیش مال خودتون. اون یه دونه اتاق رو من بدم رو زیر شیرونیه رو میخوام. این گوشه مال من، اینجا مال مانی، ما هم اینجا با هم زندگی میکنیم. ولی یعنی جدا از هم، ولی کن در کنارم، یعنی دو تا خونه جدا. دهم لیست ما را به خود اختصاص داده است. این خانه متعلق به یوری مینر بوده و به عنوان منزل دوم این سرمایه گذار فیسبوکی خریداری شده است. به عنوان خانه دوم، یک خانه دوم تازه مانی، خانه اولم نه، دوم. این خانه با الهام از قلعه های فرانسوی با سنگ آهک ساخته شده و می تواند به خاطر استرخایی که در داخل و خارج منزل وجود دارد. داش این چرا انقدری آخه؟ و نیز سالن رقص مایه محبت صاحبش باشد. چشم‌انداز زیبای خلیج سان فرانسیسکو که از طبقه دوم آن قابل مشاهده است، شما را شگفت زده خواهد کرد. بیا بیا، ملت خونه شون از طبقه دوم نمای ساحل سان فرانسیسکو داره، اون وقت برای ما نونوای بربری جوادیه. نگاه خداییش، آخه این زندگیه، این حقه. خدایا آقا اصلا تو تیلیاردر باشی، خب مثلا خونه 50 تا اتاق داشته باشه، تا یه دونهش که بیشتر نمیتونی استفاده بکنی. داداش کی گفته بده به من ازش استفاده کنم؟ هر شب تو یکی داداش تو 50 تا اتاق داری، من میگم 50 تا چیکار میکنی؟ یکیش برنامه بکنی، اوکی. تو یکیش مثلا ویدیوهاتو بگیری، اوکی. یکیش هم مثلا فری روم، 47 تا دیگه رو چیکار میخوای بکنی؟ تو هر کدومش هر شب یه بار سواره شدم بری بدم. داداش هر شب یه بار میخوابم، منظورم اینه. نه ولی میدی چیکار میکردم؟ ناموسا اگه 50 تا اتاق داشت خونم خیلی گنده بود. ناموسا به 4 5 تا از رفیقای صمیمیم یه اتاق میدادم. جدی بهشون میگفتم که میتونید بیاید اینجا بمونید. بابا حال میده، فکر کن رفیقات باشن. بعد یه بی خانمانم می آوردم از تو خیابون، کسی که واقعا بی خانمانه. حالا یکی نه، دو تا، شش سه تا. 2000
1000 years later. به نوح ما به دومین مرد ثروتمند جهان بیل گیتس شهیر تعلق دارد. به به شهید بیل گیتس. این خانه که در واشنگتن قرار دارد. چی میخندی؟ من میگه شهید بیل گیتس میگه مرده مگه کس خونی تا به باران. با اسم خاصش زانادو بر اساس گزارشات مالیاتی در حدود 121 میلیون دلار قیمت داشته و در زمینی به مساحت 60 یا حضرت پشم 1000 فوت مربع بنا شده است. همچنین این میک به خاطر طراحی و تکنولوژی به کار رفته در آن، استخری با سیستم صوتی در زیر آب، باشگاهی به مساحت 2500 فوت مربع و یک کتابخانه برجسته شهرت دارد. یعنی میرن شنا کنن موزیک گوش میدن. ما هم گوش میدیم داشی. کنار استخر از این چیزا میذاریم. باندا میذاریم. با فلش. خانه‌ای با الهام از معماری ژاپنی و ارزشی برابر با 200 میلیون دلار. داش این همون خونه بیل گیتس که داش همونه بابا گیر آوردم ما رو خونه بیل رو برده بیار این خونه بیل داش همونه که گیر آوردی کلاس که به عنوان کلکسیون املاک نیز شناخته می شود. کلکسیون املاک. این خانه با سبک شرقگشت داره یک دریاچه مصنوعی، عمارت چای، حمام جداگانه و یک آبگیر شخصی است. آبگیر شخصی؟ آبگیر چیه؟ خدایا ببین خدایا اگه داری این ویدیو رو ببینی این بچه پشت این دیسکورد آبگیر نمیدونه چیه وقت این یارو آبگیر شخصی ده این حقه این صلاحه واقعا آجی خیلی سنگی بود الان ریدی به من دست واقعا کجاست کی بود میگفتش زندگی پر از عدالته به نظر من این زندگی این دنیا هیچ عدالت واقعا کو عدالت کو کجا ببین عزیز دلم آبگیر شخصی من خودم هم نمیدونم چی راست ایران اینالت با ثروتی به میزان 6.5 میلیون دلار مالک این امارات من این خونه ها رو فقط تو سیمز دیدم هیچ جا دیگه ندیدم امارات با ارزش دیگه من شبا میخوابم میبینم تو شبا میخوابی خواب خونه میبینی مگه خوابای دیگه سریسی هره چی آدم چیزی که فکر میکنه خوابش رو میره یعنی اینقدر به چیزا فکر میکنی درست میگم خواب یکی دیگه میبینم چرا اینقدر منحرفی عزیزم برات نه همه فهمیدم خوابش میبینم داداش تو مگه قبل املاک کار میکنی مگه قبل خواب به خونه فکر میکنی داداش یه بار دیدم ده هر شب که یعنی چی به چی فکر کردی قبل خواب تو به یه چیزی فکر کردی که خواب خونه دیدی خونه خالی بود خونه شدم بریم تو بیشتر تخریب نکنم دیدی خونه خالی بود یا نه به چی فکر کردی که خونه خالی اومد تو ذهنت کسی خانه زیبای این میلیاردر عرصه صنعت از 27 اتاق خواب با شکوه، 39 حمام و 3 استخر شنا تشکیل شده است. این عمارت حتی میتواند برق مورد نیاز خود را تامین کند. یه بار خود کفای خودش برق خودش رو میسوزه. که البته این اقدام شگفت‌انگیز از سوی رینالت محسوب نمی‌شود. درست. شماره 1 آنتیلا بمبئی هندوستان. بمبئی هندوستان. هندوستان هم به دنیا نیومدیم. و بالاخره نوبت به شماره 1 ما رسید. آنتیلا با عنوان گران قیمت ترین خانه در جهان. یو حضرت پشم. شناخته می شود. چیز حقیه. مالک مونکش آمبانی ریاست بزرگترین پالایشگاه نفت هند را بر عهده داشته و دومین فرد ثروتمند آسیا است. این خانه که با 27 طبقه در بمبئی واقع شده است، بیشتر شبیه به یک ساختمان تجاری شهری است تا یک خانه. آسمان خراشی با 6 طبقه زیر زمین به عنوان پارکینگ که برای 168 ماشین جا دارد. داداش یه نفر آدم چرا باید 160 وقتی یکی میلیارد دلار پول خونه میده 168 ماشین هم چیز خاصی نیست براش. جایگاه برای فرود هلیکوپتر داشته و از نظر زیست محیطی به عنوان خانه سالم شناخته می شود. تنها 600 خدمه برای امور روزانه آن مشغول هستند. داداش رستوران مگه 600 تا خدمه میخوای چیکار کنی تو؟ حالا اون 600 تا بشه 601 مانی ما رو بیارید ببرید. این بدبخت نه آبگیر دیده نه حمام ترکی دیده. این رو ببرید و بمبئی رو ببیند بچه ها دمتون گرم که تا اینجای ویدیو با ما بودید خیلی عشقید یادتون داره حتما ویدیو رو لایک کنید و در کل داخل کامنت ها نظرتون رو بنویسید چیکار میکنید ازدواج میکنید نمیکنید دست کیو میگیرید میرید اون زیر چیک چیک کنید اینا همه رو داخل کامنت ها برام بنویسید اگه دوست دارید پارت 2 این ویدیو رو بریم تو کامنت ها بگید خیلی عشقید مثل همیشه